بسم الله الرحمن الرحیم فصل هفتم از این مجموعه آموزشی رو میخوایم شروع کنیم. فصلی بسیار مهم و کاربردی در رشته شما، فصل مشتق و کاربردهای مشتق. بنابراین فصل هفتم مشتق و کاربردهای آن. خب ببینین، یکی از مفاهیم بنیادی ریاضی مفهوم مشتق هست که در به دست آوردن خیلی از مسائل مهم و بهینه کردن مسائل خیلی کاربرد داره. مثلا شما بخواید سودتون رو ماکسیموم کنید، بدونین بخواید زیانتون رو به حداقل ممکن برسونید، استفاده از مشتق بسیار لازم و ضروری و کاربردی است. اما مفهوم مشتق چطور میاد؟ من اول مفهوم مشتق رو به طور کاربردی خدمتتون عرض میکنم، به صورت بنیادی و کاربردی. در حالت کاربردی مفهوم مشتق همون شیبه خط مماس بر نمودار تابع در یک نقطه خاص هست. یعنی چی؟ رو من اینجا اشاره میکنم مفهوم کاربردی مشتق. فرض کنید که یه نمودار مثل تابع fx دارید، y مساویس با fx. یه نقطه هم روی این تابه در نظر میگیم، طولش A، اینجا میشه چی؟ قاعدتا این نقطه میشه FA. خب حالا ما میخواییم ببینیم که مفهوم مشتق توی نقطه A چی هست. مفهوم مشتق در نقطه A یعنی به دست آوردن شیب خط مماس. شما این خط مماس رو در نظر بگیرید، یعنی خطی که تو نقطه A به تابه مماس، خط مماس. در واقع مشتق در نقطه آ شیب خط مماس در نقطه آ هست، که در واقع روش به دست آوردن شیبه خط رو توی نقطه قبلا متوجه شدیم. با توجه به اینکه اینجا ما بیشتر یه نقطه‌شو نداریم، پس مجبوریم که در واقع یه نقطه اطراف این آ در نظر بگیرید. مثلا شما نقطه x رو اگر در نظر بگیرید، اینجا میشه چی؟ میشه fx. اگر شما بیاین fx رو من fa کنین، تقسیم بر x من a کنین، این نزدیک به شیب خط مماس میشه. حالا حد به ما میگه که برای اینکه اینو منطبق کنیم باید چیکار کنیم؟ حد بگیریم. یعنی اگر شما بیاین لیمیت این کس رو در نقطه a حساب کنید، یعنی چی؟ یعنی x تا جایی که میتونه به a چی بشه؟ نزدیک بشه. این مفهومش همون f پریم یا مشتق در نقطه آ هست. از این به بعد ما مشتق رو با پریم نشون میدیم، مشتق اول در واقع. بنابراین اگر ما بیایم شیب خط مماس در نقطه آ رو پیدا کنیم، انگار مشتق در نقطه آ رو پیدا کنیم. مفهوم ریاضی همین مفهوم حدی بود که گفتم. میشه چی؟ میشه لیمیت اف ایکس منهای اف آ تقسیم بر ایکس منهای آ. x به سمت عامل کنه، این میشه مشتق در نقطه آ. پس اگر از لحاظ مفهومی گفتن به شما مفهوم مشتق چی میشه، بگین شیب خط مماس در اون نقطه خاص. علاوه ریاضی هم این فرمولش میشه. این فرمول یه حالت دیگه هم نوشته میشه که ممکنه باش برخورد کنیم، گاهی وقتا ازش استفاده میشه، شکل دیگر فرمول. ما خیلی اینکه این شکل چطور به دست میاد خیلی راحت به دست میاد، ولی خیلی دیگه وارد بحر مسئله نمیشه. در واقع میشه مشتق در نقطه دلخواه x، به اصطلاح میگن f فریم x. بازم هم حد میگن حد fx به اضافه h منهای fx تقسیم بر h وقتی که h به سمت صفر میل کنه. پس این فرمول مشتق در نقطه دلخواه x، این مشتق در یک نقطه خاص مثل a هست. این دوتا فرمول به هم منطبق میشن. شما فعلا استفاده از این دوتا فرمول رو یاد بگیرید. به عنوان مثال ما میخواییم که مشتق تابع fx مساویس با مثلا قدر مطلق x در نقطه x مساویس با 0 رو به دست آورید. نقطه رو به ما داده، تابع هم به ما داده، پس میایم از اون فرمول استفاده میکنیم. یعنی ما باید f' چی رو حساب کنیم؟ 0 رو. آمون چی میشه؟ صفر میشه. حد fx منهای f صفر تقسیم بر x منهای صفر وقتی که x به سمت a یعنی صفر میل کنه. جایگزینی میکنیم، fx همون قدر مطلق xه، f صفر یعنی چی؟ یعنی تو تابع f به جای x صفر قرار بده، میشه قدر مطلق صفر که میشه صفر.
یعنی میشه قدر مطلق x تقسیم بر x. ببینید تا وقتی که ما این قدر مطلق رو بر نداشتیم نمیتونیم این ساده بودن رو اینو چیز کنیم، چون ممکنه قدر مطلق مثبت بشه و منفی بشه. پس بنابراین یه حد چپ و راست داریم، به اصطلاح میگن مشتق چپ و راست، x به سمت صفر از راست. اگر x به سمت صفر از راست میل کنه چه اتفاقی میفته؟ قدر مطلق x برداشته میشه، میشه بیش خود x. چرا؟ چون مثبت ها هستن، مثبت ها هم قدر مطلق روشون تأثیری نداره. این با این ساده میشه، حاصل میشه حد 1 وقتی که x به سمت صفر میکنه میشه 1. x به سمت صفر از چپ، خب میدونین که وقتی x به سمت صفر از چپ بره قدر مطلق به صورت منفی در میاد. این با این ساده میشه، میشه حد منفی 1 وقتی که x به سمت صفر میشه منفی 1، چون متغیر وجود نداره. این تابع الان یعنی مشتقش چند هست؟ فریم صفر هم 1 شد هم منفی، نمیشه. ما این تابع چون حد ندارد، ببین حد چپ و راست، چون حد ندارد پس مشتق هم در صفر ندارد. پس تابع قدر مطلق x در x مساوی با صفر مشتق نداره چون حد نداره. یعنی چی؟ این یه نکته را به ما میرسونه. اینم نکتهش اینه که میگه اگر تابعی مشتق پذیر باشد پیوسته نیز هست. یعنی چی؟ یعنی اگه تابعی پیوسته نباشه مشتق هم نداره. نتیجه اگر تابعی در یک نقطه پیوسته نباشد لذا در آن نقطه مشتق پذیر نیست. به اصطلاح به این میگن عکس نقیض. توی ریاضیات وقتی یه عبارتی شما دارید عکس نقیض و عبارت برقرار، یعنی عکسش کنید نقیضش هم بکنید. عکسش کنی یعنی چی؟ یعنی پیوسته مشتق پذیر. حالا پیوسته نیست مشتق پذیر نیست، پیوسته نباشد مشتق پذیر نیست. یا اگر تابعی در یک نقطه حد نداشته باشد در آن نقطه مشتق هم ندارد. یکیه، چون مفهوم پیوستگی از همون حد میاد. خب ببینید استفاده از این فرمولی که من اینجا خدمتتون آوردم بسیار سخت. ما یه تابع خیلی نتنجان سخت مثل قدر مطلق x رو مجبور شدیم که این راه رو بریم. برای این منظور با استفاده از این فرمول تونستن مشتق خیلی از تابع رو به دست بیاره که من لازم میبینم که تک تک اونا رو خدمتتون عرض کنم. پس به اصطلاح ما میگیم فرمول های مشتق. این فرمول ها از بیس و از اون فرمول حدی که گفتم همشون به دست میان. چرا یه اتفاق میفته؟ اما با توجه به اینکه نیازی نمیبینم که شما این مسائل رو یاد بگیرید، چون به هر حال اثباته، اثبات هم خیلی به کار شما نمیاد، بنابراین شما نیاز دارید که این فرمول ها رو به روش های مختلف، به قلق های مختلف تو ذهنتون نگه دارید. البته باید کاملا موضوع رو متوجه شین. ببینید فرمول مشتق، ساده ترین فرمولی که برای مشتق میشه نوشت، مشتق عدد ثابت هست. من دونه به دونه می نویسم. fx مساوی با c. c عدد ثابت. مشتق عدد ثابت صفر میشه. شما از مثلا 2 مشتق به مشتق 2 میشه صفر. مشتق 3 میشه صفر. مشتق 1/10 میشه صفر. پس مشتق عدد ثابت صفر. من فارسیش هم می نویسم که تو ذهنتون بیشتر به حال موندگار. مشتق عدد ثابت همیشه صفر است. اینو تو ذهنتون نگه دارید. فرمول بعدی fx x به توان n باشه. تابعی بر اساس x باشه. اما به توان n میرسه. حالا این n غیر از یه حالتی که خدمتتون عرض کنم بقیه حالت‌ها رو میتونه شامل بشه. f فریم x میشه چی؟ میشه توان ضرب در خودش به توان یکی کمتر. پس توان ضرب در خودش به توان یکی کمتر. میشه مثالم زد. ببینید قبل از اینکه ما بریم واقع مسئله بعدی، مثال اینجا میدونستیم یه مثالم بگیم. مثلا fx 1/10 باشه، 1/10 یه عدد ثابت، فریم x چی میشه؟ صفر میشه. فرض کنید fx بشه x به توان 3. n اینجا هر عدد کسری میتونه باشه، n هر عدد کسری. فریم x میشه چی؟ میشه توان ضرب در خودش به توان 3 منهای 1 که میشه 2. فرض کنید مثلا fx بشه x به توان 1/5. ببینید کسری هم میتونه باشه،
اف پریم ایکس میشه چی؟ یک پنجم ایکس به توان یک پنجم منهای یک. یکی باید کم کنیم دیگه. یک پنجم منهای یک میشه چی؟ میشه منفی چهار پنجم. توان منفی شد. ولی توان منفی هم به همین موضوع مشکلی نداره. مثلا اف ایکس بشه ایکس به توان منفی سه. اف پریم ایکس میشه منفی سه ایکس به توان منفی سه منهای یک. منفی سه ایکس به توان منفی چهار. یه مقدار دقت میخواد. منفی سه منهای یک که میشه منفی چهار. پس این فرمول ها رو در واقع شما سعی کنین که با مثال یاد بگیرین. هیچ وقت سعی نکنین که مستقیما رو حفظ کنین، چون فقط با مثال متوجه میشین چه اتفاقی افتاد. اف ایکس ایکس به توان اف پریم ایکس میشه توان ضرب در خودش به توان یکی کمتر. جالبه بدونین، چون ما میتونیم رادیکال رو به صورت توان هم در بیاریم، خیلی راحت میتونیم از این فرمول استفاده کنیم. پس مشتق رادیکالیا با مثال مثلا میشه بهش اشاره کرد. مثلا فرض کنین اف ایکس رادیکال ایکس فور جی سه، این همون ایکس به توان چیه؟ یک سومه. اف پریم ایکس میشه چی؟ یک سومه ایکس به توان یک سومه منهای یک، یعنی یک سوم ایکس به توان منفی دو سوم. اف ایکس باشه مثلا فرض کنید یک رسم رادیکال ایکس دو فرجه پنج. ببینین اینو من به چه صورت در میارم؟ ایکس به توان دو پنجم. اینو من میتونم بیارم صورت. حالا افریمش چطور حساب میشه؟ ببینین خیلی راحت هر رادیکالی به صورت توان میشه در آورد. منفی دو پنجم ایکس به توان منفی دو پنجم منهای یک. منفی دو پنجم ایکس به توان منفی هفت پنجم. خواستین میتونین برش هم گردونین، ایکس به توان هفت پنجم، یعنی رادیکال فرجه پنج ایکس به توان هفت. پس رادیکالی ها هم با تبدیل نمودن به توان خیلی راحت. ببینین این فرمول اولیه چقدر کاربرد داشت که تونستیم رادیکالی ها کسری ها که تواندار بودن رو به وسیله اون مشتقشون رو حساب کنیم. فرمول بعد اینه که شما اگر یه عدد ثابتی در تابتون ضرب شده باشه، حالا من بنویسم 3 fx بشه مثلا c تا gx. ببینید عدد ثابت، این خیلی پیچیدش نکنیم واسه خودمون. عدد ثابت وقتی ضرب شده باشه نوشته میشه و تأثیری توی مشتق نداره. عدد ثابت وقتی ضرب شده باشد به صورت ضریب در مشتق نیز ظاهر میشه. حالا بعدی ببینین، شما اگر جمعی وجود داشته باشه یا تفاضلی وجود داشته باشه، مثلا gx به اضافه منفی hx باشه، چند تا تابه با هم جمع شدن، جمع تأثیری در واقع خیلی آنچنانی نداره. یعنی شما وقتی میخواید f پریم رو حساب کنین، بهتره که تک به تک مشتق بگیرید. میشه g پریم x به اضافه منفی h پریم x. پس اگه چند تا عبارت دیدین که بینشون جمع یا تفاضل بود، دونه دونه مشتقا رو حساب کنین و اون تفاضلا رو بنویسید. ولی ضرب و تقسیم یه مقدار فرق می‌کنه. فرض کنین که تابع اف ایکس تون به صورت ژی ایکس ضرب در اچ ایکس باشه. اون موقع اف پریم ایکس میشه مشتق اولی ضرب در دومی به اضافه مشتق دومی ضرب در اولی. من اینجا می‌نویسم مشتق اولی ضرب در دومی به اضافه مشتق دومی ضرب در اولی. اینو تو ذهنتون داشته باشیم فارسیشو. مشتق اولی ضرب در دومی به اضافه مشتق دومی ضرب در اولی. مشتق تقسیم چی میشه؟ jx به hx. البته شرط ناصف بودن و اینکه مخرج کس تعریف نشده نباشه اینجا ضروریه. اف پریم ایکس میشه چی؟ مشتق صورت ضرب در مخرج منهای مشتق مخرج ضرب در صورت تقسیم بر مخرج به توان دو. تو صفحه بعد می نویسم مشتق تقسیم مشتق صورت ضرب در مخرج منهای مشتق مخرج ضرب در صورت تقسیم بر مخرج به توان دو. این فارسیشه. میگم بالاخره فرمول وقتی fx jx تو ذهنتون داشته باشین، اگر یه مقدار تغییرات اعمال بشه ممکنه یه مقدار بهار سخت بشه. هرچند شما باید در واقع انقدر تمرین و مثال حل کنید روی مشتق که اصلا
به صورت پیشفرض این فرمول توی حافظه بلند مدتتون بره، یعنی تو حافظه کوتاه مدت نه، باید ورود پیدا بکنه به حافظه بلند مدتتون و برای همیشه تو ذهنتون بمونه. حالا ما چند تا مثال از همین فرمول هایی که الان خدمتتون عرض کردیم میگیم. فرض کنیم که شما FX‌تون این باشه. حالا من سعی کنم از رنگ های مختلف استفاده کنم. مثال FX باشه مثلا 2x منهای 7x2 منهای 11x منهای 6. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم ما تک به تک مشتق میگیریم. خب این 2 که میمونه چون ضریبه، همون CFX گفتم سی میمونه، از x مشتق بگیریم میشه 3 تا x یکی کمتر. خب بینش منهاست ما میذاریم، این 7 میمونه، این میشه 2 تا x یکی کمتر میشه 1. 11 میمونه، توان این چند؟ 1. پس میشه یه دونه x به توان 0. منهای مشتق عدد ثابت هم که میشه چی؟ میشه 0. ببینید من اینو خیلی دقیق نوشتم، شما باید خیلی سریعتر توی مسائل امتحانی و درسی با این مشتق برخورد کنید که این راحت میشه تجزیه میشه 6x دو منهای 14x منهای 11 من x به توان 0 حاصلش میشه 1. پس ببینید 6x2 چطور به دست اومده؟ 3 دو تا 6 تا x به توان 1 کمتر، 2 7 تا 14 تا x به توان 1 کمتر، این x1 که فقط 11 میمونینم که حاصلش برابر با 0 میشه. مثال بعدی fx باشه مثلا fx2 منهای 3x تقسیم بر 2x منهای 1. خب این مشتق چیه؟ تقسیمه. چی کار میکنیم؟ میشه مشتق صورت. مشتق صورت دو هفته میشه 14 تا یکی کمتر، این هم فقط 3 تا x به توان 0 میشه 1. ضرب در مخرج منهای مشتق مخرج، مشتق 2x میشه 2، مشتق 1 هم که میشه 0. ضرب در صورت تقسیم بر مخرج به توان 2. حالا مثلا اگر از شما خواستن که اینو باید ساده کنین، ضرب کنین ساده کنین، ولی اگه مثلا گفتن که مثلا افریم 1 رو شما حساب کن، افریم x رو حساب کردی سریع 1 رو بذاری، 14 منهای 3 اینجا هم 1 رو بذاری میشه 2 منهای 1، اینجا میشه 7 منهای 3 تقسیم بر 2 منهای 1 به توان 2. 14 منهای 3 میشه 11، 11 ضرب در 1 میشه 11، 7 منهای 3 میشه 4، 11 منهای 8 اینجا هم که میشه 1 حاصل میشه 3. دیگه نیاز نیست که محاسبات ضرب کردن اینو ساده کرده اینو انجام بدید. یه مشتق ضربی هم بگم خدمتتون. مثلا رادیکال x ضرب در 3x دو منهای x. خب فرمول چی میشه؟ میشه f' x مشتق اولی. اولی که این میدونیم میشه x به توان دوم 3x دو منهای x. مشتق اولی میشه 1 دوم x به توان 1 دوم منهای 1. ضرب در دومی. 3x2 منهای x خودشو می نویسیم، منهای مشتق دومی. مشتق 3x2 میشه چی؟ میشه 6x. مشتق x میشه چی؟ میشه منهای 1 ضرب در اولی رادیکال x. که اینا رو دیگه ادامهش با خود شما، چون حال باید به این مرحله رسیده باشین که خیلی سریع بتونین مسئله رو ساده کنین. خب فرمول های بعدی مشتق که میخواییم راجبشون صحبت کنیم، فرمول مشتق تابع مثلثاتیه. ما با چند تابع مثلثاتی معروف سینوس، کوسینوس، تانژانت، کوتانژانت آشنا شد. هرچند غیر از اینا توابع دیگه هم وجود داره. ولی خب برای شما دوستان عزیز این چهار تا توابع جزء توابع اصلی و مهمه. بنابراین نیاز هست که ما راجع به مشتق اینها هم بدونیم. پس مشتق توابع مثلثات. ببینید اگر fx توابع سینوس x باشه مشتقش میشه چی؟ مشتقش میشه کوسینوس x. مشتق سینوس میشه کوسینوس. حالا اگر fx کوسینوس x باشه مشتقش میشه سینوس x، تقریبا مشتقش میشه منفی سینوس x، یعنی منفی رو اینجا داره. مشتق سینوس میشه کوسینوس، مشتق کوسینوس میشه منفی سینوس. اگر fx تون تانژانت x باشه f' x میشه چی؟ میشه 1 به اضافه تانژانت به توان 2x. اگر دانشجوی تیزی باشین بلا فاصله میتونین تشخیص بدین مشتق کوتانژانت میشه منفی 1 به اضافه کوتانژانت 2x، این منها اضافه داره. این هم از مشتق توابع مثلثاتی.
ما مشتق لوگاریتم رو نمایم به شما بگیم، چون این دو تا تابم و حال خدمت شما درس دادیم. پس مشتق تابع نمایی و تابع لوگاریتم. اگر اف ایکستون آ به توان ایکس باشه، گفتیم که آ باید بزرگتر از صفر باشه و آ مخالف یک باشه، اف پریم ایکس میشه ln آ آ به توان ایکس، یعنی خودش فقط یه ln آ درش ضرب میشه. اگر اف ایکستون لوگاریتم باشه چی؟ لوگاریتم ایکس در مبنای آ، اف پریم ایکس میشه یک تقسیم بر ایکس ضرب در ln آ. جالبه بدونین که اگر اف ایکس ln ایکس باشه، چون اینجا آ میشه عدد ای دیگه، اف ایکس میشه یک ایکس، یعنی این دیگه ln آ رو نداریم، مشتق ln ایکس میشه یک ایکس. مشتق لوگاریتم ایکس در مبنای آ این حالت کلیه، این نتیجهشه، میشه یک تقسیم بر ایکس ln آ. مشتق آ به توان ایکس میشه خود آ به توان ایکس ضرب در ln آ. حالا با چون این ضریب یه عدده اینجا در واقع نوشتیم، از اینم میشه یه نتیجه گرفت. من نتیجهشو اینجا مینویسم براتون. اگر اف ایکس ای به توان ایکس باشه، مشتقش همون خودش میشه. پس اگر از شما پرسیدن که چه تابعی مشتقش خودش میشه، فعلا یه تابع رو شما بلدی، تابع ای به توان ایکس مشتقش میشه خودش، یعنی هیچ تغییری داخلش وجود نمیاد، یکی از توابعی که مشتقش با خودش برابره. اگه بخوایم مثال بزنیم، خب با توجه به اینکه خیلی واضح است مثال زدن خیلی ضرورت به نظر نمیرسه، اما من میگم خدمتتون. مثال اف ایکس مثلا فرض کنین 3 به توان ایکس باشه، آ به توان ایکس میشه چی؟ میشه ln 3 دوباره خود ضرب در 3 به توان ایکس. اف ایکستون مثلا فرض کنین که 1/2 به توان ایکس باشه، اف پریم ایکس میشه ln 1/2 ضرب در 1/2 دوباره به توان ایکس. اف ایکستون مثلا لوگاریتم x در مبنای مثلا 5 باشه، گفتم یه یک x هم داریم، یه ln 5. اینها نمونه در واقع مثال نمایی و لوگاریتمه. اگر بتونین فرمول ها رو به صورت فارسی تو ذهنتون نگه دارین بیشتر تو ذهنتون میمونه، اما تنها راه این که اینا رو بتونین توی حافظه بلند مدتتون ببرین اینه که تمرین و مثال زیادی حل کن. بعضی دانشجوها تصور میکنن که چند بار خوندن اینا حفظ کردنش در واقع مسئله رو یاد گرفتن. هیچ مسئله ریاضی بدون مسئله و بدون اینکه خود شما بشینین مسئله رو حل کنین و مسائل بعدی رو جا نمیفته. بعضی وقتا شاید شما یه کتاب حلال مسائل حل کنید، حلال مسائل با جواب، ولی وقتی میرین سر جلسه امتحان میبینین که تستا رو نمیتونین حل کنین. دلیلش اینه که شما عادت دادید ذهنتون رو به اینکه یه مسئله ببینین، پشت بند جوابشو ببینین. وقتی میتونین خودتون رو آماده امتحان ببینید که شما مسئله بذارن جلوتون، بتونین خودتون حل کنین، کتاب، جزوه، حلال مسائل همه رو ببندین خودتون حل کنین، رسیدن به این مرحله نیاز به تمرین و ممارست داره. مرحله اولش اینه که شما درس رو خوب یاد بگیرید، قشنگ تفهیمی همه چی رو متوجه شده باشید. مرحله دوم اینه که شما مثال‌های مختلفی ببینید، حالا خودتون هم نتونست هر کنید، مثال با جواب به زیاد ببینید. مرحله سوم اینه که شما صورت یک مسئله رو ببینید، تمام سعیتون میکنید با استفاده از نکاتی که حتی ممکنه حفظ هم نشده باشین اونا رو حل کنید. و مرحله چهارم اینه که شما دیگه این نکات باید پس از حل مثال زیاد توی حافظه بلند مدتتون رفته باشه، بدون اینکه در واقع وقتی تلف کنین این نکات بلافاصله لود بشه و بتونین همون لحظه ازش استفاده کنین. اینها یه سری فرمول های مهم و بیشتر به کار شما توی فصل های بعدی و توی امتحانات هست. ممکن است ما یه جایی فرمول قوی تری نیاز داشته باشیم، که من صلاح نمیدونم که فرمول های پیشرفته تر که خیلی کم ممکنه مطرحشن اینجا بخوام روشون کار کنم. اگر در فصل‌های آتی در تست‌ها یا مثال‌هایی که در آینده قرار حل کنیم بهشون برخوردیم، همونجا میتونیم فرمولشو یاد بگیریم. حالا ما میرسیم به این مسئله که اگر ما به جای متغیر x یه عبارت باشه بر حسب x، یعنی چی؟ ما میخوایم مشتق عباراتی بر حسب x که در واقع
ما بر حسب ایکس خالی رو حل کردیم. چطوری؟ اینجا خدمتتون عرض میکنم. مشتق عباراتی بر حسب ایکس داخل فرمول ها. یعنی چی؟ میگیم اگر یو عبارتی بر حسب ایکس باشد، در این صورت. ببینید، نمیخواد خودتون رو درگیر این کنی که دارین یه فرمول جدید رو یاد میگیرین. ما مشتق x به توان n رو گفتیم n تا x به توان یکی کمتر. هر جا u دیدیم، عبارت به جای x دیدیم، مشتق عبارت هم ضرب میشود. این نکته رو تو ذهنتون داشته باشین. یعنی چی؟ فرض کنین که fxتون به جای x به توان n u به توان n باشد. گفتم یو عبارتی بر حسب ایکسه، اون موقع مشتق میشه چی؟ ان تا مشتق یو هم باید اینجا اضافه کنین، ضرب در یو به توان یکی کمتر. ببینین چه اتفاقی افتاد. گفتم پیچیده نکنیم مثلا واسه این ایکس به توان ان میشه توان ضرب در ایکس به توان یکی کمتر، اما یو به توان ان مشتق یو هم باید ما در نظر بگیریم، خود چون یو خودش بر حسب ایکسه، پس نباید مشتق یو هم فراموش کنیم. مثلا اف ایکس تو باشه سینوس یو، مشتق سینوس گفتیم چی میشه؟ میشه کوسینوس. حالا سینوس ایکس میشه کوسینوس ایکس، سینوس یو چی میشه؟ یه یو پریم هم باید بنویسیم، میشه کوسینوس یو، یه یو پریم ضرب باید بشه. مشتق کوسینوس یو چی میشه؟ یه منفی داره یو پریم سینوس یو. مشتق تانژانت یو چی میشه؟ تانژانت یو یک به اضافه تانژانت به توان دو یو. مشتق کوتانژانت یو چی میشه؟ منفی یو پریم یک به اضافه کوتانژانت دو. ببینین هیچ فرقی با فرمول های قبلی پیدا نکرد. بازم تاکید میکنم فقط یه یو پریم رو نگاه کنین توی فرمول ما اضافه کردیم، چون عبارت بر حسب ایکسه. مشتق آب توان یو چی میشه؟ خب یه یو پریم مینویسیم، آب توان یو ال ان آ. مشتق لوگاریتم یو در مبنای آ چی میشه؟ خب گفتیم یه یو پریم باید ضرب بشه دیگه، حالا ما یو پریم رو اینطوری ضرب میکنیم یو ال ان آ. مشتق ای به توان یو چی میشه؟ اف پریم ایکس میشه یو پریم ای به توان یو. پس ای به توان یو مشتقش خودش نمیشه، فقط ای به توان ایکس مشتقش خودش میشه، چون اینجا یه یو پریم ما داریم. مشتق ال ان یو چی میشه؟ یه یو پریم باید ضرب کنیم، ضرب در یک یو هم که میشه یو پریم تقسیم بر یو. مشتق مثلا فرض کنیم رادیکال یو ان فور جی ام چی میشه؟ گفتیم اینو به صورت توانی مینویسیم، ان ام هم میشه توان ضرب در یو پریم ضرب در یو به توان ان ام هم یه توان کمتر منهای یک. خیلی پیچیده نکنیم، ما فقط یه یو پریم اضافه کردیم. مثال حل میکنم که ببینید. مثلا ما میخوایم مشتق 1 به اضافه 2x به توان 7 رو به دست بیاریم. خب اینجا 1 به اضافه 2x چی میشه؟ میشه u. بنابراین f پریم x میشه u پریم. مشتق این داخل چی میشه؟ این که 0 میشه مشتق میشه 2. ضرب در توان ضرب در خودش به توان یکی کمتر میشه 14 تا 1 به اضافه 2x به توان 6. ببینین یه مشتقی که به نظر شما پیچیده بود، مثلا اینو چطور ما به توان 7 برسونیم؟ نه، نیاز نیست به توان 7 برسونیم، اینو یو بگیرید، همون یو به توان n توان ضرب در یو پریم ضرب در یه توان کمتر. مثلا بخوایم دوباره از یو پریم مثال بزنیم براتون، به عنوان مثال مثلا مشتق سینوس رادیکال x2 فور جی 3 رو میخوایم به دست بیاریم. این نقشه یو رو داره که ما بهتره اول رادیکالش رو از بین ببریم، x به توان 2 سوم مینویسیم، نقشه یو رو داره. f پریم x میشه چی؟ یو پریم. ببینیم وقتی یو این باشه یو پریم چی میشه؟ میشه توان ضرب در خودش به توان یکی کمتر. پس یو پریم میشه چی؟ 2 سوم x به توان منفی 1 سوم ضرب در کوسینوس یو، یا این فرقی نمیکنه. پس ما مشتق عبارت رو نباید فراموش کنیم. مثال fx مساوی است با e به توان 1x.
شاید نیاز باشه که شما اصلا یو رو جدا بنویسین، جدا حساب کنین. یو میشه یک ایکسوم، یو پریم میشه چی؟ مشتق یک ایکسوم میشه چی؟ مشتق کسری باید حساب کنین. مشتق صورت یعنی چی؟ مشتق یک. مشتق یک میشه صفر، ضرب در مخرج منهای مشتق مخرج میشه یک، ضرب در صورت که یک تقسیم بر مخرج به توان دو، که اینو اگر حساب کنیم میشه منهای یک تقسیم بر ایکس دو. از این به بعد مشتق یک ایکسوم رو تو ذهنتون داشته باشین، میشه منفی یک بخش بر ایکس دو، چون ممکنه خیلی به درد بخوره. اینجا حسابش کردیم، ولی شما تو ذهنتون همیشه اینو حفظ باشین. پس اف فریم ایکس میشه چی؟ میشه مشتق یو، حساب کردیم میشه منفی یک تقسیم بر ایکس دو، ضرب در ای به توان دوباره خود یو. مشتق یو ضرب در ای به توان دوباره خود یو. مثال سه به توان ایکس منهای دو ایکس، یو میشه چی؟ ایکس منهای دو ایکس. گفتم یو پریم حساب کنین، سه ایکس دو منهای دو. پس اف فریم ایکس میشه چی؟ یو پریم ضرب در دوباره آ به توان یو. یه چیزی باید یادتون نره، LNA فرمول نیوکلن LNA رو داخلش میبینین. پس این هم از مشتق بر حسب یو. خیلی میشه مثال زد، یعنی بیس مشتق اینه، همینه فقط قاعده شو. ای به توان یو مشتقش چی میشه؟ خب یو سینوس ایکس. یو پریم میشه چی؟ مشتق سینوس میشه چی؟ میشه کوسینوس ایکس. بنابراین اف ایکس میشه یو پریم کوسینوس ایکس ای به توان سینوس ایکس. اف ایکس مساویس با ln یک ایکسوم، یو میشه چی؟ یک ایکسوم. یو پریم گفتیم میشه منفی یک بخش بر ایکس دو. پس اف پریم ایکس میشه یو پریم تقسیم بر یو، که شاید نیاز باشه که اینو ساده تر کنیم، که اگه اینو ساده تر کنیم همون منفی یک ایکسوم میشه. خیلی ما میتونیم مثال های خیلی زیادی از این قسمت حل کنیم. میخوایم یه ذره سخت ترش کنیم. ببینید شما قبل از اینکه من اینو حل کنم، مشتق رادیکال x رو میتونیم که میشه x به توان 1/2. اف فریم xش میشه چی؟ چه 1/2 x به توان 1/2 منهای 1. یعنی در واقع اف فریم x میشه اینو بیاریم مخرج میشه 1/2 رادیکال x. این میشه مشتق رادیکال x. پس از این به بعد اینم تو ذهن داشته باشین که مشتق رادیکال x میشه 1/2 رادیکال x. حالا اینجا یو چی میشه؟ یو پریم میشه چی؟ مشتق اولی. این خودش ای به توان یوه. یوش مشتقش چی میشه؟ اینجا گفتیم ضرب در دوباره خودش. ببین این یو پریم مال توان ایه، به اضافه مشتق دو هم که میشه صفر. حالا اف پریم ایکس رو ما باید حساب کنیم. فعلا یو پریم، اف پریم ایکس میشه یو پریم تقسیم بر یو. یو پریم که این میشه طبق فرمول، اف پریم ایکس میشه یو پریم تقسیم بر یو. یومون هم که میشه رادیکال ایکس به اضافه دو. سخت ترین مسائل رو شما با استفاده از این قاعده ها میتونید مشتقش رو حساب کنید. بعضی وقتا مثلا میگه مشتق توی نقطه یک به دست بیارین، مثلا اف فریم یک. شما هر جا ایکس دیدین یک بذارید، چه یک دسمه دو ای به توان یک، ای به توان یک به اضافه دو، یه دوم این به اضافه دو. اینم از قاعده مشتقی به صورت کلی. خب مبحث بعدی مشتق مراتب بالاتر هست. ببینین یعنی چی؟ شما دیدین که مشتق مرتبه اول رو با چی نشون میدونیم؟ با اف پریم نشون. یه بار دیگه اگر از این دوباره مشتق بگیریم بهش میگن مشتق مرتبه دوم. اونو با چی نشون میدیم؟ اف زگوند. مشتق مرتبه سوم رو به اصطلاح میگن با اف تیرز. چون که کشیدن این خطها زیاد میشه، از یه مرتبه دیگه خطا رو نمیکشن، همون نمادهای حروف انگلیسیه. مثلا مشتق مرتبه چهارم رو دیگه اف به توان داخل پرانتز چهار مینویسن. به طور کلی مشتق مرتبه انم، یعنی اف به توان ان، مشتق مرتبه مثلا انم یعنی ان بار متوالی مشتق بگیریم. از مشتق دوباره مشتق بگیریم میشه مشتق دوم، از مشتق دوم دوباره مشتق بگیریم میشه مشتق سوم، به همین طریق. به عنوان مثال میگه مشتق سوم تابع
f x مساوی با 8x2 منهای 6x به اضافه 1 رو به دست آوریم. خب ما اول میایم چیکار میکنیم؟ اول میایم مشتق اول رو حساب میکنیم. این میشه 16x منهای 6، مشتق یک هم که میشه 0. این میشه مشتق اول. مشتق دوم میشه 16 منهای 0. مشتق سوم از 16 میشه 0. پس مشتق انوم یک تابع چند جمله‌ای، بگیم n به اضافه یکم درجه n 0 است. مشتق سوم یک تابع درجه 2، مشتق سوم 0 است. این از مشتق. بعضی وقتا ما میتونیم یه فرمول پیدا کنیم از مشتق گیریم. مثلا مشتق مرتبه های مختلف را بیابید و در صورت لزوم فرمول رو به دست آورید. خب برای اینکه ما راحت با این کار کنیم، این در واقع همون x به توان منفی 1. f پریم x میشه چی؟ منفی x به توان یه توان کمتر. یه توان کمتر میشه منفی 2. مشتق دوم میشه چی؟ منفی 2 ضرب در منفی میشه مثبت 2 x به توان یه توان کمتر. f زگوند x چیه؟ منفی 6. شاید مثلا بهتره که ما اینا رو بنویسیم. منفی 3 ضرب در 2 x به توان منفی 4. مشتق چهارم چی؟ منفی 4 ضرب در منفی 3 ضرب در 2 x به توان منفی 5. مشتق پنجم چی؟ منفی 5 ضرب در منفی 4. اینجا بهتر بود که می نوشتیم منفی 2 ضرب در منفی 1. منفی 2 ضرب در منفی 1. منفی 2 ضرب در منفی 1. منفی 3 منفی 2 منفی 1 منفی 6. این یه قاعده به دست آوردیم. مشتق انوم، اولا این که ما دیدیم یک در میانی مثبت منفی میشه، پس منفی 1 به توان n می نویسیم، یعنی زوجا مثبت میشه فردا منفی میشه. مشتق اول نگاه کن، فرد منفی میشه. اینجا 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 فرمول چی هست؟ n فاکتوریل میشه n ضرب در n منهای 1 ضرب در n منهای 2 الی آخر ضرب در 2 ضرب در 1. مشتق پنجم نگاه کنیم، 5 فاکتوریل داخلش هست. مشتق چهارم 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1 4 فاکتوریل. مشتق سوم 3 ضرب در 2 ضرب در 1 3 فاکتوریل. همینطوری x به توان منهای 6 اگه بیاریم صورت میشه x به توان 6. پس یه توان پنجم یه توان بیشتر شده، چهارم یه توان بیشتر شده، سوم یه توان، پس x به توان n به اضافه 1. درست یه مقدار سخت بود، اما ما تونستیم کشف کنیم اون موضوع رو که مشتق مرتبه انوم. حالا شما میخوای مشتق مرتبه صدم این تابع رو بیابیم دیگه، خیلی راحت. پس مشتق مرتبه صدم این تابع برابر است با، دیگه نیازی 100 بار مشتق بگیریم، منفی 1 به توان 100، 100 فاکتوریل x به توان 101. مشتق مرتبه هزارم تو این فرمول میذاریم. اما اینطور نیست که خیلی راحت ما بتونیم برای همه توابع اینو به دست بیاریم. بعض وقتا به هر حال به اصطلاح میگن بازی و ریاضی، ما این به این فرمول میرسیم، خیلی وقتا هم نمیرسیم به این مسئله. پس دقت کنین که همیشه این دستیافتنی نیست. من آخرین مبحثی که از این قسمت مشتق خدمت شما میگم این هست، مشتق تابع پارامتری. ببینین ما تا حالا تو تابع معمولی وای بر حسب چی بود؟ ایکس بود در تابع چی؟ معمولی. اما در تابع پارامتری ایکس و وای بر حسب متغیر سومی مثلا تی هستن. ممکنه متغیر باشه، اینا متغیره، میتونیم اسمشون رو عوض کنیم. یعنی چی؟ یعنی ایکس تابعی بر حسب تیه، وای هم تابعی بر حسب تیه، دیگه ایکس و وای بر حسب هم نیستند. ولی ما میخوایم اف پریم ایکس یا مشتق وای بر حسب ایکس رو به دست بیاریم. فرمول مشتق پارامتری به ما میگه که برای به دست آوردن مشتق وای بر حسب ایکس توی تابع پارامتری، شما بیاین نسبت رو به دست بیارید، مشتق وای بر حسب تی مشتق ایکس بر حسب تی. چون که ما نمیتونیم
وای رو بر اسب ایکس مشتق بگیریم، پس بر اسب تی میگیریم. ولی راحت میشه این مسئله رو با یه مثال واضح کرد. اگر ایکست باشه مثلا تی دو به اضافه سه تی، وایت باشه سینوس تی. ببینید وای بر اسب تی هم بر اسب هم نیستن. آنگاه دی وای به دی ایکس یا وای پریم رو بیابید، یعنی مشتق به وای بر اسب ایکس. دی وای به دی ایکس یا میگیم وای پریم. ببینید این میاد میگه چی؟ من اینو بخوام چیز کنم میام اینطوری مینویسم، کافیه که دی وای به دی تی، دی ایکس به دی تی رو به دست. این دی تی ها انگار ساده میشن، همین به دست میاد، ولی ما تی رو اینجا به عنوان واسط دخالت میدیم. مشتق وای بر اسب تی، مشتق سینوس تی میشه چی؟ کوسینوس تی. مشتق ایکس بر اسب تی، دو تی به اضافه سه. پس اینم از مشتقی که در واقع بر اسب پارامتری گفتم. این تی میتونه مثلا کا باشه، زد باشه، چیزی که مشخصه ایکس و وای در حسب یه متغیر سومی مثل تی، زد یا هر چی که اینجا ممکنه آورده بشه. بحث مشتق و فرمول‌های مشتق اینجا تموم میشه. توی فاز بعدی ما وارد کاربرد مشتق میشیم، یعنی ما چطوری از مشتق استفاده کنیم.